بینندگان عزیز، گفتگوی کوتاهی داشتم با رضا چیتساز از فعالین سازمان در مورد زندگی و آثار الن ماکسینز بود، زن محقق و ماکسیست سرشناس که هفته گذشته بعد از یک دوره مبارزه سخت با سرطان درگذشت. برنامه را با این گفتگو ادامه میدیم. هفته گذشته خبر تأسف‌آور درگذشت الن ماکسینز بود رو داشتیم. رضا چیتساز عزیز، سلام میکنم به شما. میشه قبل از همه برای بینندگان ما توضیح بدید که خانم الن ماکسینز بود کی بودن و چه فعالیت های صورت دادن؟ بله، قبل از هر چیز اجازه بدین به شما و بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر سلام عرض کنم و با تشکر از اینکه به من این فرصت رو دادین. خانم الن ماکسینز بود یکی از برجسته ترین نظریه پردازان اقتصاد سیاسی و تاریخ شناس مارکسیست در واقع قرن بیستم بود. متولد 1342 در شهر نیویورک از پدر و مادر یهودی تبار بود که به اصطلاح مهاجرت کرده بودند و عضو فعالین بوند بودند و در آمریکا تحصیلات خودش انجام داد. اول در رشته به اصطلاح زبان‌های اسلاوی و بعداً دکترای خودش رو در علوم سیاسی گرفت و سالیان سال نزدیک به 3 دهه در دانشگاه یورک در کانادا پروفسور علوم سیاسی بود و توی این مدتی که به اصطلاح به جز این که پروفسور دانشگاه بود چند سال عضو هیئت تحریریه نشریه نیو لفت ریویو که شاید یکی از برجسته ترین و سرشناس ترین نشریه های سوسیالیستی باشه بود، همکاری میکرد با از جمله پری اندرسون و طارق علی و مدتی هم در مانتلی ریویو با پول سویزی و هری مکداف به اصطلاح توی اون نشریه همکاری میکرد و بعد از این هم که به اصطلاح بازنشسته شده بود تا چند سال پیش کماکان به کارهای تحقیقاتی خودش ادامه میداد و کتاب مینوشت و درست چند ماه قبل از مرگش هم در نهاد روزا لوکسمبورگ در آلمان جلسه سخنرانی داشت در رابطه با کتاب معروفش به عنوان دموکراسی علیه سرمایه‌داری. از جمله تعلیفات خانم وود کتاب گریز از طبقه است. میشه خیلی مختصر بگید که در این کتاب به چه موضوعی اشاره شده؟ بله، این کتاب در واقع یه کتاب خیلی کوچولویی هم مثلا چنان کتاب به اصطلاح بودن یه نزدیک شاید 200 صفحه بیشتر نیست. دهه 80 میدونید که همزمان با اینکه نئولیبرالیسم توی عرصه اقتصاد شروع شده بود، همزمان عرصه به قول معروف پساها هم بود دیگه، پسا سیاست، پسا مارکسیسم که بعد از اون به پسا مدرنیته منجر شده. این داستانا توی به اصطلاح بریتانیا در نشریه در ارگان اصلی حزب کمونیست ایتالیا یه جریانی را افتاده بود تحت عنوان پسا مارکسیسم که در واقع به نوعی بریدن از طبقه کارگر بود و این نگاه که سوسیالیست رو اگه کسی بتونه محققش بکنه اون اندیشمندان، روشنفکران، فرهیختگانی هستن که به اصطلاح مشکلات منافع مادی ندارن. در واقع این شاخص اصلی این درک بود و خانم الن ماکسینز بود اونجا در واقع با این نظر. به همه خاطرم زیر تیتر در واقع کتاب سوسیالیسم حقیقی جدید هست که کتاب اصلا با اشاره به سوسیالیسم حقیقی و نقد مارکس از اون توی بیانیه حزب کمونیست در واقع شروع میشه. و آنچه خیلی مختصر بخوام بگم به اصطلاح مشخصه اصلی اون کتاب اونجا از لحاظ تاریخی درگیری با این نظر هست که طبقه کارگر چون منافع مادی داره پس نمیتونه به اصطلاح پیشبرنده یا سازنده به اصطلح سوسیالیست باشه. اونجا الن ماکسینز بود به این مسئله اشاره میکنه که این چیز جدیدی نیست که طبقه کارگر رو خیلی ها خواستن بزنن و خیلی ها خواستن برای جانشین پیدا بکنن. حالا میتونه زنها باشه، میتونه مثلا همجنسگرها باشه، یا مثلا آندره گورز دهه 80 میگه بیکاران، چون طبقه کارگر جزی از نظام سرمایه‌داریه نمیتونه در واقع خودش اصلا جزی از این نظامه، نمیتونه منفی این نظام نیست. نقدی که الن ماکسینز بود در واقع اونجا روی نظرها داره و به خوبی هم نشونش میده، تناقض اصلی این نظرها رو در این میدونه که این نظرها همه آینده رو ترسیم میکنن که چگونه باید باشه، اما اون روند انتقال رو کاملا از روش میپرن. به همین خاطر مثلا آندره گورز هیچ جا نشون نمیده که این بیکاران آندره گورز که قراره در واقع اون جریان به اصطلاح عنصر انقلابی و تحول جامعه باشه چگونه پس میخواد جامعه رو متحول کنه، بلکه
آندره گورز اول اون استاد جنبش بیکاران رو معرفی میکنه، بعد یه دفعه شما توی با این پدیده روبرو میشید که یک شبه جامعه دگرگون شده و به اصطلاح ما وارد به نوعی بهشت برین شدیم. آنچه الن ماکسینز بود اونجا روش انگشت میذاره اینه که نقطه اصلی دعوا نقطه تاکتیک هاست، چون اگر ما بخوایم سر استراتژی صحبت بکنیم به عنوان اینکه مثلا جامعه میخوایم که درش ستم نباشه، ضرورتا سوسیالیست ها فقط طرفدار این نظر نیستن، خیلی هم هستن که کاملا غیر سوسیالیستن، اما امید به این دارن که یه زمان جامعه به وجود بیاد که به اصطلاح در اون ستم وجود نداشته باشه، بلکه برعکس این طبقه کارگر هست به عنوان کنشگر و پیشبرنده اصلی اون پروژه سوسیالیست، جنبش اکثریت عظیم برای اکثریت عظیم، همونطور که توی به اصطلاح مانیفست بهش اشاره میشه، و این جز اون مواردی که خیلی خانم الن ماکسینز بود در اونجا روش تاکید میکنه و فقر نظری منتقدین مارکس رو اونجا به اصطلاح نشون میده که این جایگزینی به این صورت داره میکنه. و چیز دیگه هم که بعد از اینکه این کتاب چاپ شد البته بیشتر ارزش این کتاب رو نشون داد، چون با پسامدرنیته ما وارد عرصه در واقع سیاست هویت ها شدیم، در این بود که توی این کتاب الن ماکسینز بود رو این مسئله انگشت میذاره که واقعیت اینه که انتخاب مارکس، یعنی انتخاب طبقه کارگر از سوی مارکس، یک انتخاب در واقع باوری یا ایمانی نبوده، گویی که مثلا چون مارکس مثلا خیلی دوست داشته طبقه کارگر رو به این خاطر انتخاب کرده، یا اینکه ضرورتا به خاطر اینکه طبقه کارگر از همه بیشتر ستم می‌بینه، چون از طرف خیلی از این جنبش‌های اجتماعی این انتقاد می‌شد که مثلا ستم جنسی خیلی سخت‌تره، یا مثلا ستم نژاد پرستی فرض کنید علیه سیاه‌پوستا، یا مثلا و و و و هم جنس‌گرایان یا دیگر باشان جنسی نه. آنچه اونجا الن ماکسینز بود بهش اشاره میکنه که من فکر میکنم خیلی نکته مرکزی بحثش هست اینه که واقعیت اینه که طبقه کارگر ضرورتا اون طبقه نیست که از همه بیشتر بهش ستم میشه. بگذاریم از این واقعیت که بخش اصلی طبقه کارگر از زنها تشکیل شده و طبیعیه که در درون طبقه کارگر خیلی به اصطلاح مهاجر ما داریم، یعنی اینجوری نیست که طبقه کارگر اونها رو درون خودش نشه، اما آنچه که مارکس روش انگشت میذاره اینه که انتخاب طبقه کارگر یک انتخاب نیست، به خاطر یک انتخاب در واقع دل بخواهی نیست، به این خاطر که طبقه کارگر اون نیروی کنشگره، هیچ کدام از این نیروهای دیگه کار طبقه کارگر رو نمیتونن بکنن، یعنی در واقع سوسیالیست رو نمیتونن بسازن، اما تردیدی نیست که مبارزه با مردسالاری رو جنبش زنان میتونه پیش ببره، نه نیروی دیگه، طبیعیه که به همکاری با جنبش‌های دیگه احتیاج داره، یا مثلا نجات پرستی طبیعیه که باید پناهنده هایی باشه. این در واقع بدفهمی هم که بدتر و بدتر شده، ما الان خیلی جدی باهاش روبرو هستیم، توی اون کتاب اون موقع الن ماکسینز بود بهش اشاره کرده بود، یعنی اهمیت طبقه رو خیلی دقیق باز میکنه اونجا که در چی هست. از جمله کتابایی که ماکسینز بود در دهه 90 نوشته دموکراسی علیه سرمایه‌داری و 18 حیات ماتریالیسم تاریخی در سال 1995 بوده. موضوع اصلی این کتاب چیه؟ بله خیلی خیلی کوتاه، این کتاب در واقع از اونجایی که الن ماکسینز بود تاریخ شناس برجسته‌ای بود و حوزه تخصصش تاریخ یونان باستان بود، خیلی راحت بررسی میکنه پدیده دموکراسی رو و اونجا نشون میده که دموکراسی در گوهره خودش با سرمایه‌داری، یعنی نظامی که بر بازار سواره، نمیتونه کنار بیاد. طبیعیه که میتونه دموکراسی سیاسی در سرمایه‌داری میتونه وجود داشته باشه، به خاطر اینکه اقتصاد و سیاست از هم تفکیک شدن، چیزی که مارکس بهش اشاره کرده. یک این موضوع بود. موضوع دوم اون که میگه تجدید حیات ماتریالیسم تاریخی اینه که الن ماکسینز بود اونجا به این مسئله تاکید میکنه که نگاه مارکس، یعنی مارکس حتی در اقتصادی ترین نوشته های خودش هم سیاسی هست. این خیلی مهمه. دو اینکه مارکس قبل از آن که یک اقتصاددان باشه، چون بعضی ها این نظر رو دارن، منتقد اقتصاد سیاسی هست. این هم به اصطلاح جز اون موضوعی که در اونجا الن ماکسینز بود روش تاکید میکنه و توی این کتاب خیلی قشنگ بازش میکنه. فصلهای مختلفی داره و میپردازه خیلی جدی به طبقه اونجا، به خاطر اینکه نشون بده در واقع چگونه میشه به سوسیالیسم رسید و اینکه دموکراسی، اصلا سوسیالیست بدون دموکراسی معنایی نداره، اصلا نمیتونه، لااقل از نظر مارکس نمیتونه وجود داشته باشه. خیلی ها خانم الن ماکسینز بود رو با روزا لوکسانبورگ مقایسه میکنن.
درباره این قیاس چه فکر میکنید و چه تشابهاتی هست؟ والا من فکر میکنم که طبیعتا خب روزا لوکسمبورگ خیلی سخت کسی رو باهاش مقایسه بکنه. روزا لوکسمبورگ واقعا درخشنده ترین ستاره قرن بیستمه، یعنی اصلا در این تردیدی نیست. اما چند تا نقطه اشتراک خیلی جدی وجود داره. اول که روزا لوکسمبورگ در محیطی و جامعه و اون به اصطلاح تاریخی داشت کار میکرد که زن بودن خودش به خودی خودش یه انقلاب بود، به ویژه که در اون جنبش که همه نظری پردازان اصلیش مردها بودن. و ما این رو در رابطه با روزا خیلی مشخص میبینیم، اونجایی که مثلا حتی بعضی موقع مثلا از طرف کاوسکی بهش پیشنهاد میشد که شاید بهتر باشه راجع به مسائل زنان کار بکنه، که خود این یه نوع توهینه، گویی که مثلا یه زن نمیتونه بیاد راجع به مسائل مثلا خیلی جدی مثل اقتصاد سیاسی کار کنه. نه اینکه مسائل زنان جدی نیست، ولی اینکه زنها حتما باید راجع به مسائل زنها کار بکنن. و از این زاویه این شباهت خیلی مهمه، چون الن مایسینز بود هم دقیقاً در این حوزه خیلی کار میکرد. متاسفانه خیلی از فمینیست‌ها روزا لوکسمبورگ رو فمینیست مثلا نمیدونن، همونها الن مایسینز بود رو هم فمینیست نمیدونن، به خاطر اینکه مخصوصاً الن مایسینز بود اونجایی که با فمینیسمی که در مقابل در واقع فمینیست رو در مقابل طبقه میذاشت موضع گیری داشت. این دو به اصطلاح نقطه اشتراک بود. بعد اینکه اشاره کردم هر دو زن بودن، هر دو یهودی بودن، خود این به اصطلاح مشخصه خیلی مهمی هست. و اینکه از لحاظ تئوری و از لحاظ نظری هر دو جز برجسته های زمان خودشون بودن. اما من چیزی رو که میخوام واقعا روش تاکید بکنم اون مسئله زن بودن هست. من فکر میکنم که هم روزا و هم الن مایسینز بود جاده صاف کن هایی بودن برای در مقابل اون مرد سالاری هایی که جنبش کارگری هم خیلی فارغ ازش نبوده و خیلی راحت ما خودمون در برابر به اصطلاح رفقای زن خودمون، خواهرای خودمون خیلی موانع ایجاد میکردیم و هنوز هم کماکان میکنیم. من فکر میکنم این دو زن میتونن به عنوان دو نماد در واقع بسیار مهمی باشن، برای اینکه نه تنها فقط مردها میتونن این کار بکنن، بلکه دو تا برجسته ترین نظریه پرداز قرن بیستم دو زن بودن. گفته میشه که نسل جوان چپ در ایران با اندیشه ها و آثار خانم الن مایسینز بود آشنایی چندانی ندارم. البته تلاشهایی برای ترجمه و معرفی آثار ایشون جریان داره که واقعا هم جای تقدیر داره. از نظر شما آشنایی با دیدگاه های ایشون در چیه و چرا اهمیت داره؟ من فکر میکنم یکی از مهمترین ویژگی های الن مایسینز بود ساده نویسیشه، یعنی تنها کسی که میشه با الن مقایسه کرد از لحاظ ساده نویسی تری ایگلتون، منتقد سرشناس و کمونیست انگلیسیه. این دوتا واقعا خیلی ساده می نویسن و تو حوزه های مختلف. و چرا این اهمیت داره؟ به خاطر این که خیلی از پیچیدگی ها و بغرنجی های نظریات در واقع مارکس رو که در طبیعت خودش پیچیده هست الن مایسینز بود خیلی ساده و قشنگ باز کرده، توضیح میده چرا در واقع که منظور مارکس چیه. دو این که من فکر میکنم برای نسل جوان به ویژه، نسلی که به طبقه کارگر ایران تعلق داره، نسلی که در واقع حیات آینده در واقع ملت ما در دست اونها هست، سرنوشتش رو اونها میتونن تعیین بکنن. این نسل من فکر میکنم با خوندن این که با خوندن نوشته های الن مایسینز بود و درک این مسئله که طبقه چقدر اهمیت داره که میتونه کوه رو جابجا بکنه، اینقدر قدرت داره که میتونه گردن کلفت‌ترین دیکتاتوری ها رو هم حتی بکشه پایین، اعتماد به نفسی میتونه به نسل جوان ما بده و در سازماندهی میتونه کمک بکنه که ما خودمون مثلا جوانهای ما به این آگاهی پیدا بکنن و با اعتماد بدونن که اگر قرار باشه کسی آینده ایران رو رقم بزنه و اگر قرار باشه ما دموکراسی و جامعه ای ایجاد بکنیم که در اون هر شهروندی با هر شهروند دیگه هم ارزشه و در جامعه با دوستی بتونیم با ملت‌های کنار خودمون زندگی بکنیم، پس اون طبقه کارگره که فقط میتونه این کار رو بکنه. من فکر میکنم کتاب‌های الن مایسینز بود بی تردید یکی از بهترین دریچه‌ها هستن برای این. دو یکی دیگه که خیلی فکر میکنم خوبه، مسئله مهمیه اینه که جوان‌های ما در جامعه ما با گرگ‌های طرف هستن که خیلی راحت کتاب‌های زرادخانه‌های به اصطلاح جهان سرمایه‌داری دستشونه و با اونها استدلال می‌کنن که مارکسیسم مرده، طبقه کارگر دیگه وجود نداره و و و و. کتاب‌های الن مایسینز بود به شکل خیلی ساده‌ای بهترین استدلال‌ها رو مانند پتکی میتونه به دست جوان‌های ما بده که در مقابل تمامی مبلغان، حالا چه وطنی چه غیر وطنی، بیستن و خیلی راحت نشون بدن که چرا طبقه کارگر و چرا جوان‌ها اینقدر عنصر مهمی هستن.